دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در چند روز اول وقوع سیل از خبرها غایب بود و در جزیره قشم در تعطیلات نوروزی به سر می برد، با افزایش حوادث ناگوار ناشی از سیل که تاکنون با مرگ 32 نفر همراه بوده است، روز گذشته به استان گلستان سفر کرد و به مناطق سیل زده سر زد. وی همچنین شب گذشته در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مازندران حضور به هم رسانید و طی سخنانی به چالش های مربوط به سیل اخیر پرداخت. روحانی گفت در این روزهای آغاز سال حداقل 26 استان کشور با بحران آب و هوای بی سابقه طی 30 الی 40 سال گذشته مواجه شدند. گرچه برای برخی از هموطنان ما مشکل و زحمت ایجاد شده است اما باران در اصل رحمت خداوند آن هم برای کشوری است که سالها با خشکسالی مواجه بوده است او افسود در بازدیدها با مردمی بسیار بزرگوار با محبت و میهمان نواز مواجه شدیم مردمی که بسیاری از آنها سرمایه های خود را از دست داده بودند و درد و مشکل داشتند اما با چهره گشاده از ما پذیرایی کردند روحانی با اشاره به طرح برخی تبلیغات علیه دولت در فضای حقیقی و مجازی افسود بارش ناگهانی و شدید در یک مقطع زمانی کوتاه سیل درست می کند. سیل صرفاً برای ایران نیست. در همه جای دنیا اتفاق می افتد. اما می توان اقداماتی انجام داد که خسارت سیل کم و ناچیز شود روحانی با اشاره به سیل نیورلئان در آمریکا یا زلزله اخیر ایتالیا و گرفتار شدن چند روزه مردم در این کشورها تا رسیدن نیروهای امدادی اظهار داشت شما آن وضعیت در آن کشورهای پیشرفته را با زلزله کرمانشاه مقایسه کنید و کاری که مردم با عظمت و نیروهای امدادی ما انجام دادند روحانی گفت سیل به ما خسارت زد برای مردم ما رنج و ناراحتی به وجود آورد و بعضی از عزیزان را از دست ما گرفت اما در عین حال یک اتحاد وحدت و انسجام فوقلاده ای همین حادثه میان ملت ما به وجود آورد و به نظر من چشم دشمنان ما را این محبت، عظمت و همیاری و اخوت مردم کور کرد. آنها فکر کردند اگر سینزدهم آبان و بیست و دوم بهمن نشد حالا در ایام اول فروردین می توانند نموج سواری بلکه سیل سواری کنند اما نمیدانند کسی که سوار سیل شود پیشانیش به صخره می خورد و جان سالم به در نمیبرد. او افزود خداوند بر خلاف خواست دشمنان کاری کرد که وحدت و عظمت ملت نیروهای مسلح امدادی، بهداشتی و درمانی و مدیران ما به رخ جهانیان کشیده شود. روحانی با اشاره به ناکامی آمریکا برای جمع کردن متحدانی برای خود در پیشبرد تحریم‌های ضد ایرانی گفت روشن شد که آمریکایی‌ها دوست ملت ایران نیستند چرا که آنها کل ملت ایران را تحت فشار قرار دادند می افسود من در همین دوره تحریم به اروپا رفتم آمریکایی ها و اسرائیلی ها با آنها تماس گرفتند که سفر فلانی را لغو کنید و بعد که موفق نشدند یک حادثه ای در اروپا درست کردند که نمیخواهم توضیح دهم که این حادثه را چگونه ساختند که قانع کنند سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا لغو شود و هیچ کس لغو نکرد و بهترین استقبال از هیئت ایرانی شد او گفت دولت یعنی ملت دولت فرد نیست دولت چیزی جز نماینده مردم نیست و رئیس جمهوری هر چه دارد از آراء مردم دارد و الا کسی نیست روحانی ضرورت حفظ محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و گفت نباید جنگل ها و مراتع را تخریب کنیم و به رودخانه ها بی توجه باشیم و یا در مصب و به سر آنها ساختمان و هتل درست کنیم این حوادث به دولت قوه قضاییه قوه مقننه و نیروهای مسلح و به همه مردم درباره ضرورت حفظ محیط زیست هشدار می دهد. روحانی در پایان تاکید کرد امروز تصمیمات بسیار خوبی در دولت اتخاذ کردیم و به همه آنهایی که نوعی آسیب و خسارت دیدند و سختی به آنها وارد شده در حد مقدور دولت و خیلی بیشتر از آن مقداری که پارسال در نظر می گرفتیم کمک خواهد شد و در کنار مردم هستیم روحانی ناکارآمدی دولت در مسائل محیط زیستی و نیز اداره مسائل سیل به ویژه در استان گلستان و نیز شهر شیراز که با هشدار هواشناسی کاملا قابل پیش بینی بود و عدم واکنش به موقع مسئولین که منجر به مرگ هموطنان شد را در لایه از شعارها علیه دشمنان و مسائل مربوط به تحریم پوشنده است و بدین ترتیب مسئولیت دولت را از این بابت به دیگران حواله می دهد. علاوه بر این در مورد مسائل مربوط به دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان که به اتهام اقدام بمبگذاری صورت گرفته وی آن را به کشورهای دیگر نسبت داده است که تکلیف آن در دادگاه بلژیک مشخص خواهد شد در پی وقوع سیل ناگهانی در شیراز که به کشته شدن حدود 20 تن و مجروح شدن بیش از صد نفر از مردم انجامید لطفالله دشکام روز چهارشنبه در نشست رئیس و مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با استاندار فارس در شیراز ضمن اشاره به خشم و عصبانیت مردم در بازدید از مناطق سیل زده بر عملکرد برخی ادارات در ایجاد سیل اخیر در شیراز اشاره کرد و اظهار داشت این رفتارها موجب خشم و حتی فوش دادن مردم به مسئولان شده است وی همچنین به فوش دادن مردم به وی در جریان بازدید از مناطق سیل زده اشاره و خاطر نشان کرد وقتی مسیل را مسدود کرده و به ساختمان تبدیل کردند چرا نباید سیل جاری شود؟ نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به اقدام شهرداری در خصوص ایجاد بلوار و مسدود کردن مسیل گفت این اقدام موجب مسدود شدن محل خروج آب بالادست دروازه قرآن شده است. وی همچنین با انتقاد از شهرداری به خاطر کوتاهی در رعایت حق مردم و تجاوز شهرداری به حریم‌های طبیعی گفت وقتی شهرداری غیر قانونی عمل می نمیتوان نمی توان از مردم انتظار داشت قوانین را مراعات کنند دشکام همچنین با بیان این موضوع که در جریان امور در کشور نفهم ها تصمیم میگیرند اما نفهمها به مسئولیتشان عمل نمی کنند، گفت به همین دلیل کارها در کشور به طور اساسی حل نمی شود امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به اقدامات شهرداری برای مسدود کردن برخی نقاط که در صورت بروز حادثه مانع از خروج آب می شود گفت نمی شود فقط این موضوعات و مشکلات را نظاره کرد و اقدامی نکرد وی تاکید کرد مردم حق دارند فوش بدهند و هر بدی به مقامات بگویند دشکام با بیان این موضوع که استانداری به عنوان نماینده حاکمیت موظف است موارد خلاف را اصلاح کند گفت باید جلوی تصمیمات غلط گرفته شود وگرنه نفهم ها برای ما تصمیم میگیرند. اظهارات امام جمعه شیراز در حالی بیان می شود که مدت هاست کارشناسان نسبت به حضور افراد غیر متخصص در رده های تصمیم گیری معترض هستند و تصمیم گیری های غیر کارشناسی را از مهمترین دلایل بروز مشکلات جدی در کشور عنوان می کنند. حضور افراد غیر کارشناس در رده های تصمیم گیری همواره موجب شده است تا هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی به کشور تحمیل شود. بسیاری از تحلیلگران وضعیت غیر کارشناسی کشور در رده مدیریتی را یکی از دلایل کاهش مشروعیت نظام عنوان می کنند و همواره نسبت به آن هشدار میدهند. در این میان امامان جمعه خودشان با دخالت همه جانبه در امور استانی و شهری عملا خود یکی از عوامل ناکارآمدی سیستم شدند امام جمعه شیراز با انتقاد از ناکارآمدی دیگران نقش این مقامها را در مختل کردن امور اجرایی نادیده گرفته است روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با ابراز خورسندی از رأی دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران در خصوص پرونده ی حادثه ی 11 سپتامبر از لغو حکم توقیف یک ممیز 7 میلیارد دلار از های بانک مرکزی خبر داد. عبدالناصر همتی در حالی که دریافت این خبر را یک پیروزی مهم حقوقی دیگر در مقابل آمریکا عنوان کرد افسود با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری اندیشمندانه وزارت امور خارجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دفاعیات صورت پذیرفته نیرومند از جانب حقوقدانان کشورمان این حکم به نفع ایران صادر شد همتی در ادامه توضیح داد که پیشتر دارایی بانک مرکزی به درخواست یک دادگاه آمریکایی با این بهانه که ایران در حادثه 11 سپتامبر دخیل بوده، بلوکه شده بود. اما با تلاشی که صورت گرفت دادگاه لوکسامبورگ با مخالفت درخواست آمریکایی ها مبنی بر اینکه از محل دارایی های ایران باید به قربانیان این حادثه تروریستی قرامت پرداخت گردد حکم توقیف این دارایی ها را لغو کرد همتی اعلام کرد این دادگاه به دلیل اینکه ادله مورد استناد آمریکا در پرونده مذکور را کافی ندانست و آن را مطابق با قوانین بین المللی ندید لذا لغو مسئولیت بانک مرکزی را لازم دانست این اتفاق مهم در شرایط سخت تحریمی ایران از جانب آمریکا میتواند اندکی جریان تقریبا به بنبست رسیده چرخه اقتصادی ایران را فعال کند هرچند که در عمل انتقال نقد این اموال به ایران با مشکلات تحریم های آمریکا نیز همچنان روبروست علی ابراهیمی نماینده شازند و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به ناکارآمدی و طبعات منفی خصوصی سازی در ایران پرداخته است وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی در ایران برعکس جهان موفقیت نداشته است گفت وقتی قانون می نویسیم اما به درستی اجرا نمی شود یا تفسیر به رأی صورت می گیرد نتیجه خصوصی سازی اخراج های گسترده و سوله های خالی از کار و تولید می شود. به خصوصی سازی های موفق را بسیار انگشت شمار توصیف کرد و گفت متاسفانه پایه خصوصی سازی در بیشتر موارد با رانت و فساد همراه بوده و همین امر باعث شده تا صدای مجلس و دیوان محاسبات بلند شود. وی گفت اقتصاد جهان روی توان مدیریتی بخش خصوصی مدیریت می شود اما در کشور ما معنای خصوصی سازی مساوی با ورشکستگی بنگاه اقتصادی و اخراج کارگران است وی گفت بنگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار می شود خصولتی است و دولت آن بخش از بنگاه های زیانده که روی دستش مانده را در صف اول واگذاری قرار داده است این شرکت ها اغلب در قالب رد دویون به سازمان های همچون تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری واگذار می شوند که مشکلات کشور را بیشتر می کند بی گفت چرا خصوصی سازی در جهان شکوفایی را رقم میزند اما در کشور ما فساد آفرین می شود و فریاد کارگران در تجمعهای اعتراضآمیز را رقم میزند این اتفاق نشان میدهد روش کار غلط است و افرادی که برای خصوصی سازی پیش قدم می شوند هدف تولید و اشتغال ندارند بلکه میخواهند یک شبه ره صد ساله را طی کنند وی افسود افرادی را سراغ داریم که به نام خصوصی سازی وارد معرکه شدند و در مدت کوتاهی اموال کارخانه را حراج و کارگران را اخراج کردند و برای منافع شخصی اقتصاد کشور را با چالش روبرو کردند مشکلات مربوط به خصوصی سازی ناشی از این است که مدیران دولتی و یا شرکت های متعلق به نهادهای حکومتی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس رضوی با فشار بر روی دولت شرکت و واحد های مناسب را با تبانی و یا حساب با قیمت پایین خریداری می کنند و بعدا با تغییر کاربری زمین آنها را به فروش می و یا با گرفتن وام های کلان واحد ها را در وسیقه بانک قرار می دهند و عملا واحد ها را ورشکسته می سازند و کارگران را اخراج می کنند. خصوصی سازی در ایران عملا نه جلب سرمایه سنگین و نه مدیریت کارآمد و نه افزایش اشتغال می گردد و این موزل بزرگی است که دولت و نظام با آن روبروست. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه ای گفت که به هیچ کشوری تمدید معافیت از تحریم ایران داده نمی شود. هوک در ادامه افسود که نظام ایران به تامین مالی تروریست می پردازد و آمریکا در تلاش است تا مانع از این کار شود. در این میان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اظهارات گفت برایان هوک فردی است که به شدت مبتلا به بیماری مزمن ایران هراسی است و یک بار دیگر در سخنانی سخیف که نشانگر عدم درک درست او از شرایط جهانی و موقعیت ناپایدار متزلزل و تنزل یافته آمریکا در سطح جهان است چون همیشه از سر نابخردی حرف زده و با تکرار احساسات کینتوزانه خود نسبت به مردم ایران از تلاش دولت مطبوع خود در استمرار و افزایش فشارهای تحریمی علیه ملت بزرگ ایران سخن گفته است. بی افزود، برایان هوک باید بداند که در جهان امروز ایالات متحده ای آمریکا دیگر نمیتواند به تمامی خواسته های شوم و از ضد بشری خود برسد و زمان دیکته کردن امیال خودخواهانه این کشور بر دیگر کشورها سپری شده است. قاسمی تصریح کرد آقای هوک و دولت آمریکا با این نوع رفتارها و گفتارهای خود قطعا باید منتظر ای به وسعت جهان در مقابل نگاه تمامی انسانهای آزادیخواه و وجدانهای منصف برای پاسخگویی به جنایات ضد بشری خود و تمامی اقدامات کینه ورزانه و خساراتی که به ملت رشید ایران وارد کرده اند باشند. لازم به یادآوری است که رئیس جمهوری آمریکا بایستی تا اولین هفته ماه می میلادی درباره صدور معافیت برای هشت کشور شامل چین، هند، ژاپن، ترکیه، ایتالیا، یونان، کره جنوبی و تایوان تصمیم گیری کند. بر اساس گزارش رویترز در آستانه نزدیک شدن به موعد تمدید معافیت های تحریمی برای مشتری های نفت ایران بین اعضای تیم امنیت ملی دانلد ترامپ درباره تمدید یا عدم تمدید این معافیت ها اختلافات شدید وجود دارد. به گزارش رسانه ها روز گذشته ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با خلیفه هفتر فرمانده کل ارتش ملی لیبی در ریاض ملاقات کرد و با وی در خصوص آخرین تحولات لیبی رایزنی کرد. ملک سلمان در جریان این دیدار بر حمایت از امنیت و ثبات لیبی تاکید کرد. لیبی در حال حاضر صحنه درگیری میان شبه نظامیان مختلف است و دو دولت بر آن حکومت می کنند. به گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه ریک پری وزیر انرژی آمریکا شش مجوز برای فروش فناوری هسته‌ای به عربستان و همکاری با این کشور در این زمینه صادر کرده است به گزارش رویترز مجوزهای صادر شده به شرکتها اجازه می‌دهد که کارهای مقدماتی برای کار روی این نیروگاه‌ها را پیش از انعقاد رسمی قرارداد میان دو کشور امضا کنند با این وجود فعلا هیچ تجهیزات نیروگاهی به این کشور ارسال نخواهد شد بر مبنای سندی از وزارت انرژی آمریکا که به دست رویترز رسیده است شرکت های طرف همکاری دولت این کشور از این وزارتخانه خواسته بودند تا مسئله صدور مجوزها مخفیانه نگه داشته شود دولت آمریکا هنوز واکنشی به انتشار این خبر نشان نداده است دیدار با همسر خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا و تهدید روسیه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه در حالی با فابیانا روزالز همسر خوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرد که بار دیگر نسبت به حضور شماری از نیروهای نظامی روسیه در خاک ونزوئلا اعتراض کرد دونالد ترامپ از روسیه میخواهد نیروهایش را از ونزوئلا خارج کند و در پاسخ به این پرسش که اگر روسها از این درخواست سر باز بزنند امریکا چه اقدامی را انجام خواهد داد تنها یک جمله گفت همه گزینه ها روی میز است آقای ترامپ همچنین از روسیه خواست تا دست از حمایت از نیکولاس مادرو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا بردارد مایک پنس معاون اول رئیس جمهور هم پس از دیدار با روزالس سخنان مشابهی را در جمع خبرنگاران بر زبان راند مایک پنس از روسیه خواست به حمایتش از نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا پایان دهد و مانند دیگر کشورهای جهان از رهبر مخالفان یعنی هوان گوایدو حمایت کند معاون اول رئیس جمهور امریکا همچنین از حضور نیروهای نظامی روسیه در ونزوئلا آن هم در شرایط کنونی به عنوان یک اقدام فتنه‌انگیز نام برد اما روز گذشته کنگره امریکا باز هم محل چالش جدیدی با کاخ سفید بود نمایندگان کنگره اعم از جمهوری خواه و دموکرات با طرح دونالد ترامپ مبنی بر کاهش بودجه دستگاه دیپلماسی و کمک‌های خارجی مخالفت کردند در طرح بودجه بندی جدیدی که از سوی پرزیدنت به کنگره ارائه شده بودجه وزارت خارجه امریکا از 51 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار کاهش یافته همین امر هم موجب مخالفت نمایندگان کنگره شده دلیل هم آن است که نمایندگان کنگره میگویند این طرح ممکن است به زیان امنیت ملی امریکا باشد از دیگر مواردی که در طرح جدید بودجه دونالد ترامپ ارائه شده کاهش بودجه سازمان هایی است که در زمینه سخت جنین فعالیت و خدمات ارائه میدهند اما ویلیام بار دادستان کل امریکا قصد دارد ته روزهای آینده بخشی از گزارش بازرس مولر بازرس پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات امریکا را به صورت همگانی منتشر کند درخواست برای انتشار همگانی تحقیقات بازرس مولر ابتدا از سوی نمایندگان دموکرات مطرح شد پیشنهادی که البته بعدا خود دونالد ترامپ از آن استقبال کرد با این حال بعید به نظر میرسد که دادستان کل امریکا قصد داشته باشد نتیجه تحقیقات بازرس مولر را به تمامی منتشر کند چرا که بخشهایی از این گزارش تحقیقاتی در برگیرنده موضوعات امنیتی و محرمانه است که از نظر بسیاری از کارشناسان مغایر با ملاحظات امنیتی امریکا است. گزارش بازرس مولر در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات امریکا هفته پیش پس از دو سال در حالی به دادستان کل امریکا ارائه شده که این گزارش به طور روشن مشخص نکرده است که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسها در ارتباط بوده در این گزارش آمده است که نمیتوان تایید کرد که ترامپ یا ستاد انتخاباتی او در این زمینه مجرم است اما این گزارش از آنجا پرهاشیه شد که به طور قطع هم سخنی از بیگناهی کمپین دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به میان نمی آورد از همین رو نمایندگان دموکرات و منتقدان آقای ترامپ خواستار انتشار علنی تمامی این گزارش شده بودند